طالبان وای افغانانو ته د اجازه ورته ورکړل سي چې د خپل خوش حکومت جوړ کړي. د کابل په کوه دامن کې د طالبانو په ملاتړ جوړ سوي غونډې کې طالب مشرانو د خبرو پر مهال وویل چې ګاونډي هیوادونه او نړیوال دي افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل په خوښه د خپل خوښې وړ یو حکومت جوړ کړي. دوی په همدې وخت کې د طالبانو له حکومت سره سره د موازی حکومتونو له جوړېدلو سره مخالفت څرګند کړي او پر نړیوالو باندې غږ وکړي چې د طالبانو د حکومت په شتون کې د تښتېدلو افغانانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې موازی حکومتونه جوړ کړي. سلامونه، زه ریم خان شیدم. د کابل نیوز ډیالوګ خپرونې ته مو هرکلی کوم. غواړو د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې راسره د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی محمد امین کریم را سره دی. کریم صاحب، تاسو هرکلی وایو. ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړئ. د طالبانو د دې دریس په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم و به با عرض سلام خدمت شما و بیننده های برنامه وزین شما، خدمتتان عرض بکنم که فرمایشات تحریک امارات اسلامی طالبان در مورد از این که مردم افغانستان مستحق از این هستند و شاید فراتر از همه ملت ها بر از این معمول قربانی دادن که بالاخره بتانند حکومت دلخواه خود را در کشور خود مستقر بسازند. بنابراین این یک مطلب معقول، شرعی و قانونی هست و ملت افغانستان هم از این مطلب بدون شک و شایبه استقبال خواهد کرد. سوال در اینجاست که ایجاد و تشکیل چنین حکومت دلخواه مردم چگونه تبانی میکند، چگونه تبارز میافد و تا به حال رسم مروج از نگاه برداشتی که ما از اسلام داریم است که به خاطر اثبات این مطلب هر جریانی که میخواهد و مدعی از این است که حکومت دلخواه مردم را ایجاد میکنه باید در مردم پندیزه که پندیزه که اجازه را که دا خوش خبر ده لکه سنگش تاسی ویله چه دا هم یو شریعی او هم قانونی خبر دوی کړی ده او دا یو غوښتنه ده. دا د ټولې نړۍ د اوسیدونکو هم داسې غوښتنه ده چې موږ غواړو خپل د خوښې وړ حکومت ولرو. دا اوس چې طالبانو دغه کمه کابینه اعلان کړې ده، دغه اوس چې د دوی کم حکومت دی، چا دا سروې کړې ده؟ چا دا معلومه کړې ده؟ چا ته دا ثابته شوې ده چې دا د افغانستان د ټولو خلکو یا د اکثریت خلکو د خوښې وړ حکومت دی او په نوره نړۍ کې چې هغه اصول دي هغه دیموکراتیک اصول دی؟ یعنی کله چې دوی غواړي خپل د خوښې حکومت رامنځته کړي، انتخاباتو له لارې خپل د خوښې وړ یو څوک انتخابوي، څه فکر کوي طالبان څه ډول غواړي چې دا ثابته کړي چې زموږ حکومت د خلکو د خوښې وړ حکومت دی؟ فرمایشات شما خیلی دقیق است و مخاطب این سوال در حقیقت تحریک محترم امارت اسلامی طالبان است. این سوال باید از اونها متشه. ولی تا جایی که مربوط ما میشه، به تایید فرمایش شما، یگانه رای معمول، معقول و مشروع تبارز دادن خواست مردم برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه و در شرایط صلح‌آمیز است، نه با او انتخاباتی که در گذشته ها به صورت تقلبی و فرمایشی برگزار می شود، بلکه مراجعه واقعی به آرای مردم باعث از این میشه که هم تحریک امارت اسلامی طالبا از پشتوانه قوی و حقیقی مردم برخوردار شود، ولی فراتر از او تبارز ملی و جهانی به خود بده که این نظام، نظام دلخواه مردم افغانستان است و این مطلب هم در محتوا برای ثبات کشور و دوام و استمرار نظام مفید و مؤثر است، بلکه زبان جریانها و حکومتهای صاحب غرض را در قضیه افغانستان بسته میکنند. از این نگاه حد اقلی است که تحریک امارت اسلامی طالبان
به این واقعیت به اصطلاح معترف باشه و این را به جهانیان و ملت افغانستان اعلان بکنه که در شرایط مشخصه که زمانگیر نباشه مراجعه به آرای مردم میکنه و به ملت و به جهانیان این را اثبات میکنه که ملت افغانستان چونه نظامی را میخواه و چی جهانی را میخواه که بر سر قدرت استقرار پیدا. بله، یعنی د طالبانو کړنو د دوی څرګندونو او دغه وسنی کابینت په کتلو سره د دې امکان سته یا څه فکر کوي دا به ممکن وي چې طالبان انتخابات ومني او انتخابات له لارې حکومت رامنځته شي؟ پیدا نمودن این سوال بسیار مهم و حیاتی که خواست ملت افغانستان چی است و حکومت دلخواه افغانستان چی است، بجز از مراجعه به آرای مردم مسیر دیگه و بدیل دیگه نداره. ادعایی که تا به حال امارت اسلامی طالبان کرده و مورد تایید آحاد مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار گرفته ای است که اونا گفتن که ما نظام اسلامی میسازیم و حکومت همشمول میسازیم و خواست مردم را مراعات میکنیم. این پیشنهادات و ادعاها بسیار معقول است، ولی چگونگی اعمال و تبارز ازی به دوش امارت اسلامی طالبا هست. حکومت همشمولی که امارت اسلامی بیان کرد و تا به امروز به او معترف است، در حقیقت تا به امروز حداقل یک نظام است که به صورت مطلقه و انحصاری متشکل از شخصیت‌های البته بسیار محترم در بعد جهادی و سابقه، ولی مختص و منحصرا در حلقه تنظیم و جریان امارت اسلامی است. حداقل تحریک امارت اسلامی طالبان خودش یک تعریف از حکومت همشمول ارائه بکنه. بله. تا مورد مداقه و قضاوت داخلی و خارجی قرار بگیره. خارجی ها هم تقاضای ایجاد حکومت همشمول دارن، منتها بیشتر از این دولت ها غرضشان از ایجاد حکومت همشمول و تعریفشان تا به حال موجودیت عناصر و حلقات و گروه هایی بوده که در طول دو دهه و سه دهه اخیر افغانستان را به جنگ و بحران بردن و به چور و چپاول پرداختن و ارتباطات استخباراتی دارن. او تقاضا البته به هیچ صورت از جانب ملت افغانستان قابل پذیرش نیست. بله. و دلیل عمده ببخشیم در تاخره بگم مرمن و دلیل عمده عدم پذیرش او نوع حکومته که در او تیکداران اقوام حضور داشته باشن، باعث شکستاندن وحدت ملی شکننده ملت افغانستان است. صحیح. طالبان چې پر افغانستان باندې لکه وخت څخه واکمن سوی دي، لاغه رئیسی تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ واد په رسمیت باندې نه دی پیژندل. همدارنګه د افغانستان شتمني یا کنګل سوی ده، پیسې کنګل سوی دي، او نړیوالو اړیکې هم لکه څنګه چې لازمې وي هغه څه ورسره ښې نه دي پرته له څو سیمه ییزو هیوادونو. دوی همدې حالاتو ته په کتلو سره څه فکر کوي، څه غواړي، چې څه ډول هڅه وکړي تر څو د نړیوالو کنایت ترلاسه کړي؟ که څه هم په دې وروستیو کې اعلان وکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به ناپس کیږي، هغه اساسي قانون کې د ملي شورا ټاکنو تزای شته، څه فکر کوي؟ و به منی کبه هلته دغه سی یو اشاره کړی و ورته چې موږ به هر هغه څه د دې اساسي قانون څخه لیرې کوو چې هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، د انتخاباتو برخه به ستاسو په نظر ورسه لیرې کې نه کې به، یا به دې ته ورته یو بل څه اقدام کوي، څه فکر کوي؟ شما دو سه سوال را در یک سوال گنجانیدین. عرض بکنم که در کشورهای خارجی و خصوص در غرب در قبال برسمیت شناختن تحریک امارت اسلامی طالبا و حکومت فعلی دو نظریه وجود داره و چون که در این رابطه به اتحاد نظر نرسیدن
اعلامیه خاصی هم در این رابطه صادر نکردن. این دو نظریه استوار بر این است که حکومت های مدعی از این هستند که امارت اسلامی طالبا فعلا یک نظام تندرو است و به می دلیل تمام جهان، تمام کشورهای جهان قبل از گرفتن قدرت از طالبا اعلان کردن که حکومت طالبا را به رسمیت نمیشناسند. حکومت انحصاری طالبان را به رسمیت نمیشناسند. از ماها قبل این مطلب اعلان شده بود و اخبار داده شده بود. و نظریه اولی است که ما با امارت اسلامی طالبان داخل تعامل شویم و ملت افغانستان کمک بکنیم و از هلاک شدن صدها و میلیون ها انسان در هفته ها ماه ها سال های آینده جلوگیری بکنیم و از طریق همکاری اونها را به یک نوع تعادل بکشانیم. و چیزی که به نام ریال پولیتیک در آلمان مشهور است و در قبال اتحاد جماهیر شوروی اعمال شد. نظری دوم است که نخیر، تحریک امارت اسلامی طالبان و حکومت فعلیشان تغییر پذیر نیستند و ما باید از طریق وارد کردن فشارهای سیاسی، مالی و حتی نظامی با کمک کردن به جریانهای فراری و همکارشان در طول 20 سال باعث ایجاد فشار حد اکثری به امارت اسلامی طالبان بکنیم تا اونها یا حاضر به تعدیل سیاست تندروانهشان شوند یا حتی از سریر قدرت کنار زده شوند. در این وقت کشورهای جهان در رایزنی و در اختلاف نظر هستند. قرار است که در جلسه آتی جی 20 که 20 کشور بزرگ جهان در او شرکت میکنه این مطلب یکی از موضوعات اصلی اجنده از اونها باشه. اوکی. که حکومت طالبا قسمت دوم سوال شما بود چی باید بکنه؟ از نظر ما نمیتونیم که به خواسته های غیر مشروع و غیر معقول و تحمیلی و مغرضانه کشورهای بیرونی تن بدیم تا اونها ما را به رسمیت بشناسه. این کار نافی 40 سال جهاد ملت افغانستان است. اما اصلا ما بعضی از تقاضاهایی که کشورهای بیرونی دارن تقاضای ملت افغانستان هم است. از اون جمله حضور فعال و مشروع نصف جامعه افغانستان، زنان در تمام لایه‌های اجتماعی بر اساس شریعت قرای محمدی که اونها میتونن تحصیل بکنن، کار بکنن، تجارت بکنن، در تمام عرصه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند. این تقاضا اگر تقاضای جهانی هم هست، تقاضای مطابق با خواست ملت افغانستان و مطابقت با شریعت داره. نقطه اول. نقطه دومی است که بله، اگر امارت اسلامی طالبا میخواد که هم در داخل پایه‌های نظامشان مستحکم شود، ثبات به وجود بیاید، باید به آرای ملت و به خواست ملت مراجعه بکنه و با او تن بده و در این رابطه هیچ رای جز مراجعه به آرای مردم وجود نداره. بیعتی که در زمان خلفای راشدین و در زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مروج بود که عام و خاص برای تایید یک نظر از پیامبر وقتی که بیعت میگرفت در حدیبیه و بارها و خلفای راشدین از طریق بیعت عام مردم به خلافت رسیدن. راه دیگه وجود نداره. بدیل از این نظام منتخب دیکتاتوری هست، دیگه هیچ بدیل نیست، یا دیکتاتوری یا مراجعه و به آرا و خواست مرد. سی څه فکر کوي کڅه م تاسو ویل چې نړیوال دوه ډول دریز لري، خو یو څه باندې چې ټولو یې اتفاق کړی دی هغه دا چې تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد هم طالبان په رسمیت باندې نه دی پیژندل. د دې لپاره چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل سي، تاسو طالبان څاري د طالبانو له مشرانو سره ممکن اړیکې هم ولري، د افغانستان حالات له نږدې څخه څاري، د طالبانو پلان او پروګرام چې شدی د دې لپاره چې پر نړۍ باندې افغانستان حکومت په رسمیت وپیژندل سي، دوی څه کوي، څه غواړي؟ تحریک طالبا به حق یا به ناحق معتقد به ای است که بالاخره جهان مجبور میشه که دولت اونها را به رسمیت بشناسه. بله.
و بنان اینها باید بر موضع‌گیری های فعلی خود استقامت بکنن، صبر بکنن تا جهان و منطقه ناگزیر از به رسمیت شناختن نظام از اون باشه. نورشتی هم نړۍ په دې باندې مجبوریږي چې بالاخره طالبان په رسمیت وپیژني، که دا دوی هسې یو نظر دی، تاسو څه فکر کوئ؟ ما با چند تن از دیپلومات های بلندپایه کشورها در چند روز صحبت ها داشتیم. بله. اونها در یک معادله و در یک دیلما مواجه هستند و هر سه کشور بزرگ جهان در سطح جهانی از یک طرف هم ملت‌هایشان و هم دولت‌ها شائق از این هستند که به مردم افغانستان به خاطر نجاتشان از فاقه و گرسنگی و هلاکت جلوگیری بکنن و همکاری بکنن و کمک بکنن. 1.1 میلیارد دلار وعده داده شد در چوکات سازمان ملل متحد، ولی این کمک ها باعث قیام و قائم شدن نظام طالبان در شرایط فعلی نباشد. سوالی که مطرح میکنن امی است که ما چگونه به مردم افغانستان کمک کنیم که این کمک ها باعث تقویه نظام طالبان در این برهه از زمانی نشن. ما معتقد هستیم که به خاطر مقابله با این وضع تحریک طالبا امارت اسلامی با اون چیز مراجعه بکنه که در ید توانش است. با اون سی بله کریم صاحب، تاسو اجازه درکو چې تاسو بیا خپل وړاندیز ولرئ د اللارې په توګه باندې، که څه هم تاسو ویلي چې طالبان پر دې باوري دي چې موږ باید صبر ولرو، بالاخره نړۍ دې ته مجبوریږي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو طالبانو ستاسو په نظر دې ته متوجه دي نه دي؟ یو خوا څخه لوږه ده، دغه نن موږ خبر درلود د طالبانو د عامې روغتیا رئیس په غور ولایت کې ویلي چې دلته کوچنیان له لوږې څخه مړه سوي دي، یعنې د لوږې څخه خلک مړه کیږي. دا یو د سیمې په هیوادونو کې یو بېساری پیښه ده. له بلې خوا څخه امنیتي پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي. به تاسو شاید یاست چې نن په کابل کې هم چاودنه سوې ده، په جلال آباد کې تېره شپه یو خبریال په شمول څو کسان وژل سوي وه. همدارنګه د افغانستان ملي شتمني کنګل سوې ده، او له بلې خوا څخه په بهر کې خارج کې د افغانستان پخوانیو چارواکو د اشرف غنی د حکومت چارواکو یو بل جلاوطنه حکومت اعلان کړی دی. دې ټولو ستونزو ته په کتلو سره څه فکر کوئ دغه بهرنیو هیوادونو کې چې جلاوطنه حکومت اعلان سوی دی، دا د طالبانو لپاره یو لوی سرخوږی نه شي کېدلی؟ من در جای دیگه هم عرض کردم و دوباره به خاطر تکرار احسن به شما عرض میکنم که خشکسالی یک امر طبیعی است و در گذشته هم اتفاق افتاده، در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده، ولی قحطی یک امر مطلقاً سیاسی هست. در کشوری که خشکسالی به اداره که اونجا حضور داره مکلف است و وظیفه داره که تدبیر بکنه که جلوگیری از قحطی باشه. ما و ملت ما در مقابل خواستهای غیر مشروع و تحمیلی از طرف اجانب مقاومت کردیم و باز هم مقاومت خواهیم کرد، ولی در مقابل خواستهای مشروع نه ملت افغانستان همکاری با هیچ نظامی نمی کنه و نه پایه نظامی که بر خواستهای مشروع مردم استوار نباشد دوام و قوام پیدا میکنه. عرض کردم که به خاطر از این مطلب، به خاطر جلوگیری از هلاک شدن صدها هزار انسان، باید تدابیر گرفته شود که راه های مواصلت کمک های جهانی به کشور ما باز شود و این وظیفه نظامدارها است. نظام کسانی که در سریر قدرت هستند باید این تدبیر بگیرن، چون که مکلف و مسئول اونها هستند. تنها با گفتن از این که شما صبر کنین، تحمل کنین، صبر کنین، تحمل کنین، او فامیل هایی که دخترکان خود رو در کوچه و بازار به فروش گذاشتن، اونا تا کدام مرحله صبر بکنن؟ منتظر از این باشن که همه اطفالشان به شهادت برسه از گرسنگی و تشنگی؟ این مسئولیت نپذیری از یک نظامی است که مردم تنها دعوت به صبر میکنه. البته صبر لازم است در مقابل خواست ناروا، ولی وقتی خواستهای روای مردم، حکومت مستقر بر خواست مردم، ایجاد یک نظام منتخب، ایجاد یک لایحه و قانون برای کشور،
اوکی ما نمیکنیم در نظام زندگی بکنیم که در اونجا هیچ قانون معیار نباشه و هر کس کسی در هرات یک فتوا بده و در غزنی فتوای دیگر و در ننگرهار صحیح کریم صاحب وخت مدیر زیات کم دی بله وخت مدیر زیات کم دی ساسي هدف تر لاسه کی چې باید یو تدبیر ونی ولسی یو پلان او پروګرام یې ترڅو خلق له دې حالت څخه وژغورل سي زما یو بل پښتني اړه داو چې د طالبان لپاره به جلاوطن حکومت شي د اشرف غنی تر مشرۍ لاندې حکومتي چارواکو اعلان کړی دی دا به د دې لپاره څومره سرخوږی سي در صورت که نظام فعلی طالبان استوار بر اراده مردم باشه هر گونه تجسس و دستاندازی و حکومت سازی افراد فراری و چپاولگر هیچ گونه محل و بردی در جامعه افغانستان نخواهد داشت تنها و تنها در صورتی که به صدها هزار و میلیونها انسان در فقر و گرسنگی نگه داشته شوند و تدبیر به خاطر نجات از اونا از هلاکت گرفته نشه این آلت برای نیروهای بیرونی و فراریهای فعلی دستمایه میشه که سرمایه گذاری سر از این مردم بکنن و مردم بالاخره ناگزیر به قیام بکنن بله. یگانه شرط اونها خواهد بود در غیر از اون اونها هیچ خطری را متوجه دولت و ملت افغانستان کرده نخواهد اوکه تاسو دا ونه وکړل چې چیرې طالبان د خلکو کې نه تر لاسه کی خلکو ته خدمات وړاندې کی نو هغه حکومت ورته سر خوږی کېدلی نه سي بل اخر د دې لامل کېدلی سي چې طالبان حکومت نړۍ په رسمیت باندې وپیژني خو په تیرو کې د برهان الدین رباني حکومت چې د جلاوطن وو طالبان پر افغانستان باندې حاکم و ډېرې سیمې د افغانستان نیولې وه خو نړۍ په رسمیت باندې پیژندی د یمن حوثی افغانو چې کله د یمن د حکومت پر ضد باندې جګړه پیل کړله مشر عربستان ته وتښتېدی هملته عربستان کې جلاوطن حکومت اعلان کړي نړۍ په رسمیت باندې پیژندی حوثی افغان نه پیژندل میانمار کې ان سانګ سوچی کله چې کودتا وسوله نړۍ په رسمیت باندې پیژني خو کودتا چان نه پیژني نو کچیر طالبان د خلکو کې نه ترلاسه نه کی خلکو ته خدمات وړاندې نه کی او مشروعیت دلته په ملي کچه ترلاسه نه کی د دې لامل ساسي په نظر کې دلی سي چې دغه فراریان ساسي په اصطلاح باندې یا د پخواني حکومت چارواکي نړۍ په رسمیت وپیژني او لاغه حکومت سره اړیکې ولري البته در عالم سیاست هیچ چیز ناممکن نیست بل. و تا جایی که من معلومات دارم کشورهای غربی به خصوص مترسد از هستند که بفهمند که آیا همکاری با نیروهای فراری و چپاولگر میتونه فشار واقعی و بدرد بخوری را و درد سری را برای دولت فعلی ایجاد بکنه یا خیر و عرض می بود که در صورتی که ما مشکلات مردم افغانستان خود را در حد اقلش حل کرده نتانیم بخصوص زنده ماندن و از گرسنگی نمردن در صورتی که این مشکل ما بتانیم حل بکنیم که راه های حلی وجود داره و وظیفه دولت همی است هیچ نوع ضرر و خدشه از طرف این حلقات فراری و چپاولگر به ملت افغانستان و دولت فعلی وارد نخواهد شد. ډیر زیات مننه کو کریم صاحب کور مودان چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستله د ډیالوګ وخت مو هم دومره قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم مننه کوم یو ځل بیا مو چې چوپړ ته په ډیالوګ خبرونه کې حاضرېږم پر خدای مو سپارم د الله په امان.